سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. خواهش می‌کنم بفرمایید. من یه سوال کلی دارم، اون اینه که آدم‌ها بچه چندم خانواده باشن، این طبق فرمایشات قبلی شما می‌خواستم ببینم چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه روی شخصیت و روابط آدم‌ها. بله، میخواید از تلویزیون بشنوید یا اینکه میخواید روی خط؟ من یه سوال دیگه هم دارم، روی خط باشه. امیدوارم، بعید میدونم روی خط باشید، ولی چون یکی ما با ببخشید تأخیر شروع کردیم احتمالا نه. ببینید عزیز، من اگر به شما برگردم بگم این خانم یا آقا 20 سالشه یا 60 سالشه، شما براش یه مقدار صفات و ویژگی‌های قائل هستید و حداقل قائل هستید به اینکه این آدم 60 ساله با وقتی که خودش 20 ساله بود متفاوته. بنابراین 20 ساله ها یه ویژگی‌هایی پیدا می‌کنن که 60 ساله ها ممکنه داشته باشن یا نداشته باشن. یا اگر من خدمتتون بگم که این کسی که شما الان باش مثلا 30 سالشه، در امریکا بزرگ شده، از خانواده ایرانی است، پدر و مادر ایرانی هم، ولی در امریکا متولد شده و بزرگ شده، متفاوت است با کسی که در ایران متولد شده همکنون 30 سالشه. یا اگر همین پسر و دختری که در اینجا متولد شدن، شما به جای اینکه در اینجا بمانن پدر و مادر برمیگشتن به ایران و در ایران زندگی میکردن، حتما متفاوت بودن با آنچه که همکنون هستن. علتی که این عرض میکنم این است که ما در جهانی زندگی میکنیم که هر موضوعی علل فراوون داره و هر علتی معلولهای متفاوتی رو به وجود میاره. ما سیستم تک علت و تک معلولی یا نداریم یا بسیار کم داریم. پس ما انتظار اینو نداریم که روزی که شما گفتید که در امریکا بزرگ شده یا در ایران یا 20 سالشه یا 40 سالشه یا 60 سالشه، بلافاصله بشه احکامی رو داد. یه چیزایی رو میشه گفت، ولی میشه کلن گفت که چنینه. بعد خود اون آدم ها هم از اینکه اینجا متولد شدن، در اینجا بزرگ شدن یا در ایران، دو تا شخصیت متفاوت پیدا میکرد. حالا شما بیاید موضوع رو ببرید تو خانواده. اولا یادتون باشه که شخصیت ما در 3 سالگی بیش از 30 درصدش و در 8 سالگی بیش از 80 درصدش شکل و فرم میگیره، و یا وقتی به 18 سالگی میرسیم تقریبا شخصیت ما شکل و فرم گرفته، مثل قد ماست که دیگه حالا تکلیفش از این بعد روشن. پس این اهمیت موضوع رو نشون میده که 8 سال اول زندگی که بیش از 80 درصد ویژگی های شخصیت من که حدود 200 تا ویژگی است تا 500 هم میتونه برای رو شکل و فرم میده، یعنی اینا دیگه میشن اون چیزی که من هستم. همطوری که من این زبان رو بلدم، زبان دیگر رو تا حدودی بلد نیستم. دومین نکته این است که شما فرض رو بگیرید که شما ازدواج میکنید با همسرتون و بعد فرزندتون به دنیا میاد. یادتون باشه شما اولین فرزندتونه، تجربه ای ندارید، فقط یه مقدار پاورها و دانایی ها دارید که اینو به کار میگیرید، خیلی هاش با درست و غلط بودنش پی میبرید یا پی نمیبرید. بعد از اون دوربر شما آدمایی ممکنه باشند که در فرزند بعدیتون نیست، پدر و مادری باشند نباشند. سوم، رابطه خود شماست با همسرتون که بسیار متفاوت الان با 4 سال بعد یا 6 سال بعد. و از همه اینا گذشته، موضوع و مسئله‌ای که وجود داره این است که این بچه‌ها یکی نیستن که یکی بعد از دیگری بیاد. نتیجه چی میشه؟ شما فرزند اولتون رو با این تفاوت‌ها و چیزهای دیگه به وجود میارید و شما هستید و همسرتون که او رو تربیت می‌کنید. فرض کنین میرسه به 3 سالگی و بعد شما یه فرزند دیگه ای رو میارید. این فرزند اول شما در 3 سال اول واسه پدر و مادر بزرگ شده و در نتیجه معلومه که ارزش‌های پدر و مادر، گرایش‌های پدر و مادر، ارتباط ویژه‌ای با پدر و مادر داره، برای که کسی دیگه دور برش نبوده. در حالی که نوزاد بعدی درست است که در یکی دو ماه اول متوجه دور برش به اون صورت نیست، ولی کم کم که توجه پیدا میکنه و به 4 ماهگی میرسه که از خودش با خبر میشه و به 6 ماهگی که کاملا دیگران رو و به تدریج تفکیک میان دیگران رو متوجه میشه، شما با یه واقعیتی روبرو میشید که بیش از مثلا از سال اول به بعد، بیش از شما و همسرتون، کسی که در ارتباط با نوزاد هست پسر و یا دختر 3 ساله شماست که الان شده 4 سالش، و رابطه اونها و تمام ارتباطات اوناست که اصلا شکل و فرم میده به شخصیت فرزند دوم شما. مخصوصا وقتی به خاطر بیارید که رابطه های کودکی اولا رابطه های برابر نیستن، یعنی بچه 4 ساله و 1 ساله رابطه برابر ندارن. دوم، مسئله‌ای که وجود داره این است که شما قبلا در ارتباط بودید به عنوان دو تا بزرگسال عاقل دانای مهربان پدر و مادر در ارتباط با فرزند اولتون تو 3 سال اول. حالا این نوزاد دوم یا این کودک دوم شما
وقتی که به این دنیا میاد بیشتر از این که با شما دو نفر در ارتباط باشه و تحت تاثیر شما دو نفر باشه، تحت تاثیر خواهر و برادر از خودش 3 سال بزرگتره و از اونجایی که بازیای کودکی عرض کردم بازیای برابر نیستن، 1000 بار 2000 بار 5000 بار طعم کوچک بودن، ضعیفتر بودن، ناتوان بودن رو میچشه. به هر حال کم و بیش اون رو تحمیل میکنه. نتیجتا یه بچه‌ای میشه که به گونه ای اولا الگو و مدلش در بسیاری از زمین‌ها چه مثبت چه منفی خواهر و برادر بزرگترشه و نقش او مهمتر از تا پدر مادر، به طوری که آمار امریکا نشون میده نقش خواهر برادر روی هم تقریبا 33%، در حالی که نقش پدر مادر میشه 11%. یعنی این تاثیرات تا این اندازه است که خواهر برادر تاثیر بیشتری داره. نتیجتا فرزند اول و دوم به وجود بیان. حالا شما فرزند اول رو چی میبینید؟ تعیین کننده، تصمیم گیرنده، انتخاب کننده و بعدم به دلیل قدرتش، هوشش، توانایی‌هاش نقش رهبری رو داره، در حالی که دومی ناچار باید حالت پیرو رو پیدا کنه، حالت کسی است که تعقیب میکنه. حالا به چه گونه‌ای این رو چگونه ارزیابی و قضاوت میکنه جای خودش داره، برای که برادر از فیلتر ذهن او هم میگذره، ولی میخوام بگم به چه صورت در میاد. حالا یه دفعه تجسم بفرمایید که بعد از اینکه 2 سال سرکله سومی پیدا میشه، بچه اول اولا به دلیل اینکه خودش رو به نوعی در این زندگی تثبیت کرده و ارتباطاتی رو داشته، درسته که ممکنه یه حسادتی در ارتباط با بچه دوم بکنه که دفعه پدر و مادرش رو ازش گرفتن و درسته که این رو به صورت‌های منفی معمولا نسبت به دومی اعمال میکنه و یه جایی بهش زور میگه و هر جا بتونه چون حقوقش خورده شده به واسطه کوچکتر از او انتقام میگیره، تنبیهش میکنه که بسیار عادی و طبیعی است. حالا کاری ندارم به جنسیت بچه‌ها که اینجا مسئله است. وقتی سرکله سومی پیدا میشه سنش بالاتره و چون اون تجربه قبلی رو داره میتونه یه جوری با خودش کنار بیاد. این وسطی است که گیر میفته، که حداقل قبلا مزایای کوچکتره رو داشت که حمایت پدر و مادر داشت، حالا اومدن با سومی اونم از دست میره. و به همجاست که تو خانواده 3 نفری اصطلاحی که بنده دارم این است که بچه وسط با دندون بزرگتره و کوچکتره که به هر حال حالا توجه بیشتری میگیره بهتر ساندویچ میشه، یعنی فشار رو بیشتر تحمل میکنه. مطالعات هم نشون میده تو خانواده 3 نفری بچه‌های دوم درونگراتر، افسرده ترن، در حالی که توانایی اجتماعیشون بعضی وقت بیشتر هست، ولی با اومدن سومی معمولا اون رو هم از دست میدن. حالا شما بیایید از 3 تا بچه بگذرید و برید سراغ بچه‌های 4 و 5، هنوزم فاصله ها رو 2 تا 3 سال بگیرید، چون اگر بیشتر بگیرید این روابط بدتر میشه. معلومه که دیگه مادر به بچه 4 نمیتونه برسه، علتش هم بسیار روشنه. رابطه تنگاتنگی که بچه‌ها احتیاج دارن و شما 3 تا بچه دارید، مثلا فرض کنید 7 ساله یا مثلا 8 ساله و مثلا 5 ساله و یکی هم الان 2 یا 3 ساله، حالا یه دونه تازه آمده، دیگه توان کسی نیست، هیچ مادری نیست با هر اندازه دانایی و توانایی که بتونه هم به اون 3 تا به خوبی برسه هم به این آخری. بنابراین روابط خونه مختل میشه، یعنی اون کنترل، اون نظارت، اون مواظبت و مراقبت کم میشه و بچه 4 به دلیل درگیری مادر با اونا و مسائلشون معمولا اونگونه که میگن از صحنه خارج میشه، بهش میگن lost child، یعنی کودکی است که به عنوان بچه 4 به مقدار زیادی میتونه توی خانواده فعلا 4 نفره گم بشه. این وضعیت بدتر میشه اگر 5 سر کلش پیدا بشه، یعنی در اون صورت معمولا این فشار از بالا به دلیل نوع روابطی که هست و تعداد این روابط، مثلا اگر فاصله سنی گفتم بین 2 تا 4 سال باشه، بیشتر باشه، اصلا آسیبای یه جور دیگه است، سبب میشه که بچه 4 از صحنه حذف میشه و به همین جاست که بهش میگن کودک گم شده، lost child. غالبا تنهاست، خیالی است و تخیلی است. اما 5 چه وضعیتی پیدا میکنه؟ 5 دیگه چاره ای نداره جز این که از طریق سرگرم کردن دیگران، خوشحال کردن دیگران، نوعی نمایش دادن برای دیگران بتونه یه جایی پیدا کنه، که غالبا بچه های 5 پیدا میکنن. امیدوارم کسی که بچه 5 اذیت نشه، معمولا به عنوان کلاون میشناسنش، یعنی اون خوشمزه یا اون به هر حال کسی که کوشش بکنه بقیه رو شاد و خوشحال بکنه و غالب اوقات 2-3 پوزیشن میگیره، یکی این است که یعنی برای خودش، یکی این که میچسبه به پدر و مادر و سنگ صبور پدر و مادر میشه، غالب اینا برخی از اوقات ازدواج نمیکنن، میمونن از پدر و مادر مراقبت میکنن، بعضیاشون درست برعکس حرفشون است که دیگران بیان از من مواظبت مراقبت کنن و همیشه حالت خشمگین و طلبکار و ناراضی رو دارن و برخی از اونها یه مقداری فکر میکنن که تنها راه نجاتشون این است که تو نقطه ضعفشون حرکت کنن،
که مسئله پیشرفت‌های علمیه و بنابراین برخی از اینا به یک بار تمام نیرو و انرژیش رو میذارن که از خانواده نگیرن بلکه تو خانواده خودشون